در این ویدیو از زنیکس تیوی قصد دارم 12 حقیقت جنسی درباره انسان‌ها از سایز آلت تناسلی مردان گرفته تا لذت جنسی زن‌ها رو خدمت شما مخاطبای عزیز بیان کنم. لطفاً توجه داشته باشین که مواردی که اعلام میشه بر اساس تحقیق و کلیه و چیز اثبات شده ای نیست. قبل از شروع به این نکته اشاره میکنم که اگه به تازگی با کانال یوتیوب زنیکس تیوی آشنا شدین، حتما کانال ما رو سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنین. میانگین اندازه آلت تناسلی مردان جهان در حالت تحریک شده 9 سانتی متره. اما به نظر میرسه بخش بزرگی از مردان نگران قد و قامت عضو خصوصی خودشون هستن. واقعیت امر بر اساس سنجش ها فرق میکنه، چون فقط 21% زنان فکر میکنن اندازه مهمه، 31%شون معتقدن قطر مهمه و در این میان فقط 1%شون میگن اندازه خیلی مهمه. 85% مردان میگن با وجود اون که در یه رابطه زناشویی قرار دارن خودارضایی هم میکنن. 45% زنا هم اعلام کردن با وجود بودن در یک رابطه زناشویی خودارضایی میکنن. پس خودارضایی ربطی به مجرد یا متأهل بودن نداره. بین 33-7% افراد هر اجتماع انسانی گرایش به همجنس دارن. از سال 1974 همجنسگرایی دیگه یه بیماری شمرده نمیشه. تحقیقات جمع‌آوری شده در 37 کشور نشون میده انتخاب زنا برای شریک زندگی متکی بر شناخت این حقیقته که آیا مردان قادر به حمایت و پشتیبانی برای پرورش فرزند هستند یا خیر. مردان ولی انتخابشون بر اساس نشانه هاییه که گویای توانایی تولید مثل زنان باشه، نظیر جوانی. بنابراین انتخاب همسر یا شریک زندگی فقط محدود به سکس خوب یا بد داشتن نیست. مردایی که فکر میکنن باید همیشه آماده رابطه جنسی در هر لحظه باشن، از مشکل ضعف ایستادگی و بزرگ شدن آلت تناسلی در رنج خواهند بود. مردا هم گاهی نسبت به سکس بی‌حوصله و بی‌رغبت هستند. مدت زمان رابطه جنسی از وقتی که دخول انجام می‌گیره برای اغلب مردا بین 6 الی 10 دقیقه است. مردانی که مشکل بزرگ نگه داشتن آلت دارن فقط حدود 3 دقیقه دوام خواهند آورد. مردانی که مشکل زودانزالی دارن زیر 2 دقیقه تمام میشه. پس قرار نیست مردان نیم ساعت سرافراز باشن. اغلب زوجها بین 1-2 بار در هفته سکس دارن، اما به طور دقیق تر 7%شون 4 بار یا بیشتر در هفته سکس دارن. 34% بین 2-3 دفعه در هفته، 45% چند بار در ماه، 13% چند بار در سال و 1% حتی سالی یک بار هم رابطه جنسی ندارن. رابطه جنسی یک اتفاق هر روزه نیست. قرار نیست زنان همیشه به اورگاسم برسن. 85% زنان اعلام کردن که بدون اورگاسم هم میتونن به رضایت جنسی مورد نظرشون برسن. نیمی از زوجها اعلام کردن که رابطه بد و یا معمولیشون بعد از 8 ماه تولد فرزندشون 20% بهتر شده. ولی برای زوجهایی که فرزند 4 ساله دارن، اگر حس و تمایل جنسیشون از ابتدا خوب نبوده، دیگه بهتر نمیشه. فرزند آوردن به بهبود زندگی زناشویی کمک چندانی نمیکنه. 2/3 مردا و 1/3 زنا به طور مجزا پورن میبینن، ولی نیمی از زنان و مردانی که در رابطه زناشویی هستن اعلام کردن که دیدن پورنوگرافی به افزایش میل جنسیشون کمک کرده. 60% مردان بین 60-80 ساله از نظر جنسی احساس رضایت می کنن. در همین رده سنی 64% زنان از فعالیت و میل جنسی خودشون احساس رضایت می کنن. مقدار سکس با بالا رفتن سن کم میشه
ولی فعالیت جنسی متوقف نمیشه. مشکلات جنسی در سنین بالای 40 سال مختص مردان نیست و هر دو جنس به دلایلی مثل مرض قند، فشار خون، چربی خون، مصرف داروهای هورمونی و غیره از مشکلات جنسی برخوردار هستند. افسردگی و تصویر منفی از بدن خود داشتن و مشکلات زناشویی از دلایل دیگه در ایجاد مشکلات جنسی زنان و مردانه.